آیا حاکمیت به دنبال اعتراض‌های گسترده و شدید به اعمال خشونت از سوی گشت ارشاد از مواضعش عقب نشینی کرده یا تغییر تاکتیک داده است؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به تحمیل خشونت‌آمیز حجاب اجباری توسط گشت ارشاد و ستاد امر به معروف، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی گفت که در مسئله حجاب باید متین و منطقی برخورد کرد. در این هفته تو خیلی از خطبه ها مسئله حجاب مطرح شد، در خطبه های نماز جمعه اونطور که به ما گزارش دادن، در خیلی از خطبه ها مسئله حجاب و همین مسائل جاری روز تو فضای مجازی و این هم هست، تو بعضی روزنامه هم هست، تو خطبه ها مطرح شد. خب در این زمین ها خیلی باید متین برخورد، متین منطقی، دور از احساسات بی مورد. حالا احساسات چیز خوبی، چیز بدی نیست، اما جا داره اعمال احساسات. بخشی از سخنرانی پنجم مرداد علی خامنه ای را شنیدید. آیا جمهوری اسلامی با برخورد منطقی و متین مورد نظر خامنه ای می تواند پوشش مورد نظرش را به جامعه تحمیل کند یا ناگزیر از اعمال خشونت است؟ در دیدگاه این موضوع را با رضا علی جانی، فعال سیاسی از فرانسه، در میان می گذاریم. علی جانی، شما از تغییر روش حکومت در شیوه تحمیل حجاب اجباری چه ارزیابی دارید؟ صحبت‌هایی که درباره جوابگو نبودن گشت ارشاد از طرف مقام‌های ستاد امر به معروف بیان میشه، به نظرتون آیا به معنی عقب نشینی حاکمیت از تندروی و خشونته؟ با سلام، اگر رو کاغذ بخوام حساب بکنیم، این یه نوع پیچیده کردن روش سرکوبه. شاید اینکه نخوان در صحنه اجتماعی مستقیما مقابله بکنن با زنها نوع عقب نشینی باشه، ولی سرکوب رو همچنان میخوام به یه روش دیگری حفظ کنن. ولی کلا این یه طرح هنوز روی کاغذه و هرچند میگن مصوبه و بعضن یه ما از ابتدای سالم به بعضی ادارات ابلاغ کردیم، ولی نیرو انتظامی ابراز بی اطلاعی کرد و تکذیب کرد. اما اگه بخوام در یک تعبیر بخوام حساسیتی که حکومت رو حجاب زنان داره و رو مسئله زنان داره و نمیخواد به هیچ وجه شکستش رو بپذیره و اصرار داره که به هر شکلی که شده این، حالا با شکلای اوریانتر، خشنتر یا پیچیده‌تر، حرفش رو به کرسی بنشونه، من در یک عبارت میگم لجبازی از روی تعصب و زهر چشم گرفتن از روی حراس. لجبازی از روی تعصب به هر حال یه ریشه هایی داره. این لجبازی بخشیش به پیشینی کهن مرد سالارانه میرسه که مردان خودشون رو مالک جسم و جان و روان زنان میدونن که در همه تاریخ و همه جوامع هست. دوم تعصبات مذهبیه و سوم نگاه دشمن محوری که فکر میکنه دشمن چشم به مسئله زنان دوخته. و زهر چشم گرفتن از روی حراس همینی که میترسه که زنان الان پیشتاز و خط شکن مقابله با حکومته. حالا این طرح فکر میکنه که حجاب هم مثل کمربند ایمنیه که با اجبار جریمه میتونه جا بندازه، در حالی که خب در کمربند ایمنی جامعه منطقا پذیرفته بود، ولی اینجا جامعه داره مقابله میکنه و این طرح در واقع یک نوع بلاهتی درش نهفته است که حالا در ادامه میشه بهش پرداخت. علی خامنه ای پنجم مرداد، یعنی 15 روز بعد از اعتراض شدید به برخوردهای گشت ارشاد و دستورالعمل‌های حکومتی، گفت مسئله حجاب باید متین و منطقی طرح شود. در دستگاه فکری خامنه ای آقای علی جانی، این متانت و منطق به نظرتون چه تعریفی داره؟ و چرا قبل از 21 تیر شروع سرکوب‌ها این حرف رو نزد؟ ببینید، اولاً آقای خامنه‌ای اون نرم برخورد کردن اینها و کوتاه اومدن و ملایم رو راجب زنایی میگه که تو صف حکومتن، مثلا راهپیمایی میرن، استقبال از مسئولین میرن. آقای خامنه‌ای ده ها بار یه صحنه‌ای که به شهرستانی رفته بود و یه زن بدحجابی مثلا دیدن، ایشون چشماش هم اشکالود شده رو مثال زد. اولاً اینه. دومن آقای خامنه‌ای از این برخوردای دو نبش زیاد داره. تو مسائل سیاسی هم همینطوره. برخی منتقدین حرفایی میزن، آقای خامنه‌ای خودشو همسو نشون میده، در حالی که پشت صحنه خودش محرک اصلی مسئله است. حالا ما در رابطه با این طرح هم واقعا نمیدونیم مثلا آقای خامنه‌ای چقدر در ارتباط با این طرح. من خلاصه‌ای از این طرح هم بگم. ببینید، این طرح جدید اولا پایش رو تفکیک جنسیتیه در مراکز آموزش و پرورش و اینها. دوم اینکه به جای مستقیم با زنا برخورد کنه، با مردای مدیر ساختمان، مدیر مغازه، مدیر
اداره با اینا برخورد میکنه. و سوم میگه از طریق دوربین‌هایی که تو معابر عمومی هست، حالا ماشین‌ها یا زنان بدحجاب شناسایی بشن، براشون برگ جریمه بره. و میگه که ما در واقع بایستی غیر مستقیم با خود زنا برخورد بکنیم و کل مبلغ جریمه ها بره به دست ستاد امر معروف فرسته. حالا این یه خورده به نظر مضحک میاد که مثلا مدیر اداره رو جریمه کنید، مدیر بانک رو جریمه کنید، مدیر مجتمع ساختمانی رو. اصلا آیا میشه مردم رو به جون مردم انداخت؟ من فکر میکنم این تر حتی 1% هم احتمال موفقیتش، حتی ابلاغش برای اجرا نخواهد بود. آقای علیجانی، جمهوری اسلامی برای اینکه حجاب و پوشش مورد نظرش رو به جامعه تحمیل کنه، آیا راهی بجز اعمال خشونت در پیش داره؟ یا گزینه ارعاب تنها ابزاریه که حاکمیت برای تحمیل حجاب میتونه بهش متوسل بشه؟ این از اول انقلاب یکی رو تعصبات مردسالارانه، کلمه غیرت، ابتذال که تو این طرح بارها تکرار شده تاکید کرده، رو تحریکات مذهبی تکیه کرده، بمباران تبلیغاتی کرده. تو همین طرح به دروغ میگه که در دانشگاه‌های گران دنیا دختر و پسر رو جدا کردن، معدل درسیشون 1.5 نمره رفته بالا به دروغ. 40 تا این نامه تا حالا نوشتن، یا مشوق‌های مالی و مقامی گذاشته برای زنای محجب، یعنی تشویق به ریاکاری. ولی همه اینا از خورده و همونطور که در سوال شما اومد، عمده به تدریج عمده ترین ابزار شده سرکوب و خشونت. قائم مقام ستاد امر به معروف پیشنهاد کرده چون مردم از سلبریتی ها ایده و به گفته او الگو میگیرن، بنابراین باید با سلبریتی های به گفته او هنجار شکن برخورد بشه. این تغییر تاکتیک بر اساس چه نقشه ای انجام شده به نظرتون آقای علیجانی؟ حکومت با این روش دنبال چه اهدافی میگرده؟ ببینید، این که اصلا ضد اون هدف اولیه این طرحه. هدف اولیه طرح اینی که مثلا جنجال نشه، مشکل امنیتی برای حکومت درست نشه. خب گیر دادن به سلبریتی ها و انداختن اونو تو ماشین ون که اصلا سرسودا رو زیادتر میکنه، یعنی این که نقض غرضه. ولی این که به هر حال میگن ما از اون جای اصلی شروع بکنیم که حالا از دید اونو سلبریتی ها هستن، اینم یه مدار ناشی از شکسته، یعنی زورشون به توده های جامعه نرسیده. فکر میکنه اینا از سلبریتی ها خط میگیره. نه، مردم تو جامعه ما پوست‌اندازی تاریخی کرده. اون سبک زندگی که در خانواده‌های روحانیت مذهبی های خیلی سنتی بوده دیگه در اقلیت محض قرار داره. مردم دیگه خودشون نه رعیت سلطان نه مقلد آیت الله حساب میکنن. این رمز شکسته. اگه در نسل قبلی خانواده‌ها خودشون موافق گشت ارشاد بودن و همراه بودن، حالا همشون از دخترای خودشون حمایت میکنن. بنابراین این اصرار هم ناشی از شکسته. آقای علیجانی، خامنه ای در تاریخی که پیشتر بهش اشاره کردم میگه دشمنان سر قضیه زن یک بهانه ای به اسم حجاب پیدا کردن. از این حرف پیداست که اون مسئله رو به حجاب محدود نمیدونه، به مشکل کلیتر جمهوری اسلامی یعنی زن اشاره داره. سوال اینجاست که چرا حاکمیت تا این اندازه جلوی زنان و حقوق اونها میسته؟ از سمت زنان چه خطری متوجه خودشون میبینن؟ ببین، همونطور که در سال اول گفتم، به ریشه های بسیار ستبر مردسالارانه و نوعی زن ستیزی میرسه، یه نوعی حق تملک بر جسم و جان روان زنان که این مسئله اصلی و ریشه داره تو جوامع مختلف هست. ما تو فیلم فارسی دهه 50 رو دقیقا میبینیم، غیرت و ناموس و اینها. این حالا با تعصبات مذهبی هم تشدید میشه و آقای خامنه‌ای یه ریشه، یه پایه این تفکرش رو این ستون استواره. ستون دیگرش هم نگاه دشمن محورشه. من قبلا در همین مصاحبه با شما گفتم چه هابرماس چه آلن تورنت که آمده بودن ایران، میگفتن مسئله جوانان و اون چه در ذهن جوانان به خصوص زنان میگذره، زنان جوان، آینده ایران رو شکل میده. و این یه واقعیتی، این رو اتاق فکرهای امنیتی دشمن درست نکرده. این متن واقعیتی که در کف جامعه ایران میگذره. ولی حکومت فکر میکنه این تعبیر سنگر اول رو بارها تو به صورت بولتن ابلاغ کردن، همه ائمه جمعه به کار بردن که این سنگر اوله. اگه ما از این حجاب عقب نشینی بکنیم، به همه سنگرهای بعدی هم بایستی عقب نشینی بکنیم. و بنابراین اونها نمیخواهند دگردیسی جامعه و نو شدن زندگی و سبک زندگی و تفکر جامعه رو چه در مردان چه در زنان، به خصوص در جوانان، به رسمیت بشناسند و به جای اینکه مسئله رو در خودشون ببینند، به گردن دشمن میندازند. آقای علیجانی، در آخر برای ما بگید زنان در مقابل این سرکوب ها چطور ایستادگی کردن؟
روش زنان در مبارزه علیه اجبارهای حکومتی و نقض حقوقشون رو شما چطور دیدید؟ از ابتدای انقلاب میشه گفت که انقلاب ایران هم از یک طرف یه سد بزرگ سنت رو در از برابر زنان برداشت. من این رو در یک مقاله نوشتم، نهضت بیداری زنان در ایران. این در به اصطلاح سطوح میانی و پایینی جامعه است. از طرف دیگه حکومت پرتاب شد به قبل از مشروطیت و ما دهه ها تو قوانین عقب رفتیم، ولی سد بزرگ سنت مذهبی از در برابر دختران و زنان ما برداشته شد و ما دیدیم که در عرصه کار و اشتغال و تحصیل زنان چقدر جلو آمدن. حالا با این پارادوکس مواجهیم و حکومت هم برخورد از ابتدا سرکوبگرانه‌ای با زنان داشت. زنان پیشتاز و خدشکن بودن در مطالبه حقوق. من در کف خیابون در جنبش سبز میدیدم که چقدر زنان فعالن. تو زندان اوین دهه 60 همین رو دیدم که بند زنان از بند مردها مقاومتر بودن. یه ملاحظه‌ای که فقط باید رعایت کرد این که فعالین جنبش زنان در حوزه‌های مختلف باید بسیار مراقب باشن که حد اکثر فراگیری رو داشته باشن در تلاش‌هاشون، از جمله در رابطه با مبارزه با حجاب اجباری. در دام دوگانه سازی‌های حکومت که می‌خوان بگوین با حجاب بی بند و بار نیفتن، ما با حجاب اجباری مخالفیم، ما با آزادی پوشش که هر کسی خودش اختیار بکنه موافقیم. در این برخورد میتواند حد اکثر جامعه رو در بر بگیره. ما در ماه‌های اخیر دیدیم که بسیاری از زنان با حجاب و مذهبی هم علیه گشت ارشاد و علیه حجاب اجباری موضع گرفتن و این بهترین نگاه برای ساختن آینده ایران. سپاسگزارم از شما رضا علی جانی، فعال سیاسی از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما متشکرم.